شما قبلا اگر با موشن کار کرده باشید میدونید که نورها توی موشن فقط یک سری منابع روشنایی هستند. به عبارت دیگه فقط شما میتونید نور رو کم و زیاد بکنید، حالا فالافش رو تنظیم بکنید، جاش رو تغییر بدید و الی آخر. اما نور شما سایه نداشت که یکی از بزرگترین ضعف‌های موشن بود. توی ورژن 4 خوشبختانه این مشکل حل شده و حالا دیگه نورها سایه هم داره. اگر من اینجا بیام توی لیرزمون نور رو انتخاب بکنم و شادوز رو بزنم، شما همونطور که میبینید بلافاصله سایش این زیر ایجاد میشه. شاید این مسئله خیلی واضح تر باشه اگه ما به دوربین پرسپکتیومون بریم. من اینجا اگر این نور رو انتخاب بکنم و جابجا بکنم، تأثیرش روی جسمم کاملا مشخص میشه و سایش هم همینطور. شما کاملا میتونید ببینید که چقدر تأثیر میذاره روی سایه و سرعتش توی رندر هم خیلی خوبه. یعنی تقریبا ریل تایم به شما میده. اما قابلیت های جالبی که سایه شما داره اینه که شما میتونید نرمیش رو هم حتی کنترل بکنید. یعنی سایه‌تون نیاز نیست اینقدر تیز باشه، میتونه نرم باشه و به طور مثال اگر بخواید میتونید اوورشوتش هم بکنید، یعنی بیشتر از اون عدد 20 که اینجا تعیین شده این عدد رو بالا ببرید، مثلا 50. اما یکی از قابلیت های خیلی جالب سایه ها توی موشن فقط بحث نرم بودنشون نیست. شما اپاسیتی رو هم میتونید کم و زیاد بکنید و همونطور که میبینید شدت سایه کم و زیاد میشه، چون خیلی کم پیش میاد که واقعا ما سایه 100% داشته باشیم و یه چیزی کاملا تیره تیره باشه. ولی اون نکته که من خیلی دوست دارم این یونیفرم شادوز. حالا من نمیدونم چقدر خوب دیده میشه اینجا، ولی یونیفرم شادوز یکی از امکانات نورها توی ورژن 4 که شما اگر آفش بکنید یک اتفاق خیلی جالب میفته. من اجازه بدید این تصویر رو نشون شما بدم. اولین نکته که شما ممکنه بهش برخورد بکنید و حس بکنید اینه که یه مقدار رندرش طولانی تر میشه. علتش اینه که سایه های شما دیگه کاملا خصوصیت درست سایه رو دارن. به عبارت دیگه جایی که سایه داره تشکیل میشه خیلی تیزه و همینطور که جلوتر میره نرمتر میشه. من اگه یه خورده اوپاسیتی رو شاید اینجا کمتر کنم بهتر دیده باشه. هرچند که ما اینجا یک منبع نوری بیشتر نداریم و اگر ما چندین و چند منبع نوری داشتیم شاید این مسئله خودش رو بهتر نشون میداد. ولی فکر میکنم همینجا هم حتی قابل تشخیص باشه که این لبه خیلی تیزتر از اینجاست و خیلی شارپتره. توی طبیعت به صورت طبیعی اتفاقی که در مورد نور میفته به این شکله. یعنی شما سایه هاتون کاملا یک شکل و همونطور که اینجا داره میگه یونیفرم نیستن. ولی خب این رو هم در نظر داشته باشید که زمان رندر اون بیشتره. ترجیحاً موقع کار شما یونیفرم شادوز رو روشن بگذارید و زمانی که نیاز نداشتید و خواستید رندر بکنید، منظورم اینه که زمانی که دیگه وقت براتون خیلی اهمیت نداشت میتونید میخواید رندر بکنید، اونجا میتونید این رو آف بکنید و از تمیزتر بودن سایه استفاده بکنید و تصویرتون تصویر زیباتری بشه.